خب سلام به همگی. امروز با ادامه ویدیو قبلی که تو ویدیو قبلی گرم کردن رو بهتون آموزش دادیم اومدم پیشتون. توی ویدیو امروز قراره که آسانه اصلیمون یعنی حرکت سگ سرپایین رو با کمک دیوار و بدون کمک دیوار یاد بگیریم که انجام بدیم و همچنین اینکه چطوری بدن خودمون رو سرد کنیم. پس ویدیو امروز رو از دست ندید. ولی اگر به تازگی با کانال ما آشنا شدید حتما یادتون باشه که کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیو جدیدمون مطلع بشید. خیلی خوب، بریم سراغ تمرین امروزمون. خب بریم سراغ حرکت اصلی. حرکت اصلیمون حرکت سگ سر پایین هست که میخوام اون رو به دو روشه با کمک دیوار و بدون کمک دیوار بهتون یاد بدم. خیلی خب بریم با کمک دیوار اول. برای اینکه بخوایم اون رو با دیوار انجام بدیم بازم دو حالت داره. یکی اینکه میتونیم تو همون حالت چهار دست و پای سادهمون قرار بگیریم رو به دیوار. فقط این بار به جای اینکه پنجه هام رو به رو باشن به طرف این چرخیدن و در واقع شست منه که رو به دیوار قرار داره. دوباره مثل همیشه دستام از بدنم جلوتر نیست، عقبتر نیست و در راستای سرشونم قرار داره. لگنم به بیرون نچرخیده، کمرم اینجوری به سمت بیرون نیست و کاملا صافه صافه. پنجه هامو میذارم روی زمین، با یک دم زانوهام رو از روی زمین بلند میکنم. حالا آروم آروم سرم رو بین دو تا دستام میبرم و لگنم رو به سمت بالا. قراره لگنم به سمت بالا بره و پاشنه پاهام به سمت زمین. خب این نکته رو بهتون بگم که اگر آشیل پای شما کوتاه هست یا اصلا این حرکت براتون در این حد سخته، لازم نیست الزاماً پاشنه پاتون رو به زمین برسونید یا زانوهاتون رو صاف کنید. چیزی که مهمه توی انجام حرکت اینه که لگنتون به سمت بالا باشه، سینه‌تون کاملاً باز، سرتون بین دوتا دستاتون باشه و کشش رو پشت پاتون احساس کنید و اگر بدنتون به شما اجازه داد پاشنه پاتون رو به زمین برسونید. خیلی خوب، برای برگشت همونطوری که رفتم برمیگردم. برای حالت دیگه استفاده از دیوار این بار برمیگردم و پشت به دیوار قرار میگیرم. دوباره توی همون حالت چهار دست و پای ساده هستم. یادتون باشه که شونه هاتون نیفتاده یا بالاتر نیستم و کاملا پشتتون صافه صافه. پنجه هام رو به روه و کف پاهامو به دیوار میچسبونم. پاشنه پاهام باید به دیوار بچسبن. وقتی که میام بالا پنجه پاهام باید یک کوچولو جلوتر باشه چون قراره از پاشنه پاهام استفاده کنم، اونا رو به سمت دیوار فشار بدم و به سمت بالا بیام. خیلی خوب، پس همزمان با دم گرفتن زانوهام رو از روی زمین جدا میکنم، پاشنه پامو به دیوار فشار میدم و سرم رو بین دوتا دستام میبرم و سعی میکنم لگنم رو بالا بکشم و اگر بدنم به هم اجازه میده زانوهام رو صاف میکنم و اگر اجازه نمیده اونا رو خم نگه میدارم. اگر این مقدار از کشش براتون زیاده میتونید فاصله دستاتون رو ببرید جلوتر و از دیوار بیشتر بکنید و برگشت. خیلی خوب، بریم سراغ انجام همین حرکت بدون استفاده از دیوار. دوباره توی حالت چهار دست و پای ساده قرار میگیرم. عرض پاهام اندازه عرض لگنم، عرض دستام اندازه عرض شونم، کمرم گود نیستش، به سمت بیرون نزده، شونه هام نیفتاده و یا به سمت بیرون هم نیستن، پشتم صافه صافه. پنجه هام رو از بند اول خم میکنم و زمین رو چنگ میزنم تا بتونم فشار رو روی زمین بهتر تقسیم کنم. حالا پنجه های پام رو روی زمین میذارم و با یک دم زانوهام رو از روی زمین جدا میکنم. حالا همزمان لگنم رو به سمت بالا و پاشنه هام رو
به سمت زمین میکشم و همچنان دستم سرم رو بین دوتا دستام نگه میدارم. پس مهم اینه که لگنم به سمت بالا و پاشنهام به سمت زمین برن. حالا اگر بدنم به هم اجازه میده زانوهام رو صاف میکنم، اگر بدنم به من اجازه میده پاشنه های پام رو به روی زمین میذارم، اگر گردن درد دارم میتونم سرم رو به سمت داخل ببرم انگار که میخوام شکمم رو نگاه کنم. قرار نیست این حالت باشم، یعنی قرار نیست اگر من پاشنه هامو گذاشتم روی زمین شونه هام به این شکل باشه. باید کاملا به شکل یک هشت فارسی و یا یک کوه در بیاین و برای برگشت دوباره همونطوری که رفتم برمیگردم. این بود از برنامه امروزمون. یادتون نره که حالت امروز یعنی حالت سگ سرپایین رو باید 3 مرتبه هر مرتبه 5 تنفس تکرار کنید و امیدوارم از انجام اون لذت ببرید و البته که همراهی ما رو تو ویدیوهای بعدی فراموش نکنید و همچنین نظراتتون و سوالاتتون رو حتما توی کامنت ها با ما در میون بذارید تا ما بدونیم شما بیشتر دوست دارید توی چه زمینه هایی براتون ویدیو تهیه کنیم. تا یه ویدیو دیگه، یه دیلی فیتنس دیگه، خدا نگهدارتون.